سبد معیشت خانوارهای کارگری در ایران به حدود 37 میلیون تومان رسیده است در حالی که حداقل دستمزد ماهانه تنها 11 میلیون تومان است این عدم تناسب نشان دهنده فشارهای سنگین اقتصادی و افزایش قیمتها بر زندگی کارگران است و کارشناسان بر ضرورت این اقدامات فوری برای بهبود وضعیت معیشتی تأکید دارند همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. سبد معیشت خانوارهای کارگری در ایران به 36 میلیون و 780 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه ی کارگران متأهل دارای فرزند تنها 11 میلیون تومان است. بررسی ها نشان می دهد که این دستمزد تنها حدود 29 درصد از هزینه های زندگی را تأمین می کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در ماه های اخیر افزایش قیمت ها به ویژه در زمینه خوراکی ها فشار های زیادی را بر خانوارها وارد کرده است. به عنوان مثال قیمت نان در برخی استان ها حد اقل 25 درصد افزایش یافته و قیمت شیر و لبنیات نیز با دستور دولت 20 درصد بالا رفته است. محسن باغری عضو شورای عالی کار از عدم برگزاری نشست های سجانبه در ابتدای سال انتقاد کرده و تاکید کرده که این رویداد تخلف از قانون است. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار همچنین به ضرورت تعیین دستمزدهای معیشتی بر اساس تغییرات سالانه قیمتها اشاره کرده است با این حال دولت همچنان در ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت معیشت کارگران ناکام مانده است کارشناسان بر این باورند که برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران ضرورت دارد که جلسه ای فوری برای تعیین دستمزدها و بررسی چالش های موجود برگزار شود. در شرایط کنونی فاصله قابل توجهی بین درآمدها و هزینه های زندگی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. محمد لحمی پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول همراه ما هستند سلام و عرض ادب دارم خدمتتون آی لحمی به نظر شما علل و عوامل برخوردار نبودن کارگران از دستمزد کافی در یک کشور غنی مثل ایران چیز و با توجه به فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کارگری و دستمزد ناکافی چه راهکار فوری برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران پیشنهاد میدید بسم الله الرحمن الرحیم حضور محترم حضرت و بینندگان و شبکه جهانی آقا محمود حسین سلام ارز میکنم مدیریت ناکارامد و نالایقی مدیران اقتصادی ما در وحله اول تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی ما فقدان کارگرد های مناسب تشکل های کارگری که ما باید در همه جوامع داشته باشیم اما متاسفانه در جامعه ما تحت تدابیر شدید سیاسی قرار میگیره و لاز امنیتی اجازه تشکیل آن رو نمیدن زیرزمینی بودن اقتصادمون مثل خیلی از فسادهای پسران مسئولین ما خیلی از مسئولین ما مثل عزیزانی که سالهای سال به اسم خدمت کردن دارن ذره ذره جون مردم رو میگیرن فساد اداری و اقتصادی عرض بزرگتون که مثل رئیس سابق قوه قضاییه ایران و نالایقی ایشون عدم توجه به حقوق بشر و قوانین کاری که باید در کشور ما وجود داشته باشه که متاسفانه اگر از هر جهاتی هر کسی صحبتی به میون بیاره در نهایت منجر به زندان میشه و از همه مهمتر اینکه اقتصاد دستوری تحت حاکمیت دیکتاتوری یک شخص وضعیتی رو سامان نمیده و این روز به روز برای ملت ما سختتر خواهد شد ممنونم از شما محمد لحمی پژوهشگر دینی فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول